50 سال پیش شاید اگه چیزی از تلویزیون مطرح میشد خبردار میشدن ملت، اگه گفته نمیشد خبردار نمیشدن. امروز قبل از صدا و سیما فضای مجازی قبول داری؟ نه فقط فضای مجازی، تو مردم هم شرایط عوض شده. مثلا یه روزی اگر من میگفتم بشین طرف میشست، امروز دیگه نه پارازیت ماهواره و نه فیلترینگ اینترنت جواب نمیده. فکر میکنیم حاکمیت با دستور و فرمایش خودش میتونه تاثیرگذار باشه؟ اصلا اینجوری نیست. تا این دیدگاه رو داشته باشیم هیچ کار نمیتونیم بکنیم. بعد از 36 سال، دیروز ولنتاین بوده، تو گزارش میگه طرف رفته فلان فروشگاه فلان جا فلان محله تهران، 4 میلیون تومان شکلات خریده برای دوست دخترش و دوست پسرش. یه اتفاقی داره تو این کشور میفته. آقا نماینده مجلس ما متهم میشه که پول گرفته از آقای معاون اول دولت قبل، تکذیب نمیکنه، به طور ضمنی هم تایید میکنه. یه اتفاقی داره میفته. دوره اول مجلس طرف با یه قرون هم خرج نمیکرد، میگفت وظیفه شرعی من هر کی خواست به من رأی بده. الان طرف باید میلیاردی خرج کنه بره مجلس. برای مسجد همه کار کردیم، اگر نمازخون نداشتیم میخوایم چیکار کنیم؟ اگر امام جماعت جذاب توانمند پدر با محبت نداشتیم که مردم رو جمع کنه میخوایم چیکار بکنیم؟ ما قبل از انقلاب یک جریان توان مؤثر و پر شتابی داشتیم که ملت رو به سمت مسجدها بکشونه. الان به 1001 دلیل که جای بحثش اینجا نیست و هممون هم میدونیم، اون جریان دیگه اون قدرت رو نداره. خب اونو باید فکری براش کرد. فرض کنید قانون امر معروف و نهی از منکر که من هنوز نمیفهمم این قانون یعنی چی، حالا با قدر تسامح فرض کنید قانون تصویب شد، اگر منکری در سطح جامعه منکر تلقی نشد اونو میخوایم چیکارش کنیم؟ اگر بیهجابی به 1001 دلیل، به دلیل اینکه ما سالها مثلا فرض فهمید سر یک کتابی که کل تیراژش 1000 نسخه بوده، با این وضع کتاب از اون 1000 نسخه 500 تاش تو انبار ناشر بیچاره مونده، از اون 500 تای باقی مونده تو کتاب فروشی ها در گردش، کل فروش اون کتاب ممکنه 200 نسخه نشه کلش. ما برای یک کتاب یه قیصریه رو آتیش میزنیم، ولی هیچ وقت حساس نیستیم که 35 سال مجرم زن جانی آدمکش تو دادگاه با چادر داره میره، گدای سر چاره با چادره. اگر ناخواسته یه چشمون رو باز کردیم دیدیم حجاب ارزش نیست تو ذهن خیلی، حالا اقل بیهجابی ضد ارزش نیست که ما بگیم نهی از منکر، اصلا منکر تلقی نمیشه. من دارم فرض میکنم اونو میخوام چیکارش بکنیم. یعن بازخورده این قانون حجاب و عفاف چرا واقعا ما ریشه ای نگاه نکردیم؟ ما یکی از مشکلات جدیمون مسئولین فرهنگی هم. اصلا من با خود این مشکل دارم. مسئول فرهنگی که صبح تا شب تو اتاق نشسته داره بولتنای خاص میخونه، هیچ نسبتی با واقعیت جاری جامعه نداره. کار فرهنگی جدی است، تخصصی است، تجربه میخواد. مسئولی که عضو محترم شورای انقلاب فرهنگی، تاج سر ما دستش هم میبوسم، ولی نه مجله درآورده، نه کتاب نوشته، نه فیلم ساخته، نه برنامه تلویزیونی داشته، نه هیچ کار نکرده، فقط آقاست و بزرگ و عزیز و محترم. صبح تا شب تو اتاق یه بزرگواری خودش به من میگفت، میگفت من از شنبه تا پنجشنبه جمعه از این اتاق بیرون نمیرم. سرنوشت نسل‌های آینده با قیام و قعود این آقا داره تعیین میشه که اصلا از جامعه بیخبره. یه بزرگواری که اسم نمیبرم رسما مصاحبه میکنه، میگه من روزنامه نمیخونم. بله جناب علی اگه آیت الله فلان باشه گوشه قم کار به هیچ کی نداشته باشه من اینو میفهمم، ولی وقتی کسی هستی که با تصمیم تو و رأی تو داره سرنوشت ملتی تعیین میشه، تو حق نداری همچین حرفی بزنی. تو اتفاقا باید در جریان جزئیات مسائل باشی، چون تصمیم سازی قطعا اجازه تایید میکنید تو فرمایش خود شما بود، تصمیم سازی و برنامه ریزی درست لازمش تحلیل درسته، تحلیل درست هم از دیتاها و اطلاعات و واقعیت‌های بیرونی در میاد. کسی که نبض جامعه دستش نباشه، اسم دو تا شبکه ماهواره‌ای بلد نباشه، از 4 تا سایت اینترنتی بیخبر باشه، این مشکل پیدا میکنه. با جوان و با مخاطب امروز ارتباط برقرار نکنه، فقط کسایی که تو مسجد میان دستشو میبوسن بخواد ببینه، اصلا نمیتونه برای جامعه تصمیم بگیره. ما یکی از مشکلات جدیمون همون مسئولین فرهنگی هم که با ماشین و محافظ میان و میرن، همون کسانی هم که حتی دانشگاه هم که میخوان بیان با احترام و با تجلیل میان سر کلاس درس میدن میرن، حتی تحمل این که 2 نفر سر کلاس بهشون حرف بزنن گاهی ندارن. این نمیتونه سیاست گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی بکنه. فاصله ای که ما امروز داریم بین مسئولین فرهنگی و واقعیت بیرون جامعه، از درجه این فاصله، این درجه حرارت از ادبیات و لحن مسئولین فرهنگی ما معلوم میشه.